صبح قشنگ و زیباتون بخیر. خوش آمدین هموطنان عزیز. خوشبخت و یک مهمان خیلی عزیز را در کنار خود داریم. البته که در بخش و شخصیت با ما هستن آقای جاوید فرهاد که ایشان شاعر و نویسنده هستن. بیشتر صحبت در مورد شخصیت و زندگیشان میباشم. سلام استاد، صبح خیر، خوش آمدین. درود بر شما، سلام بر بینندگان عزیز برنامه بامدادی صبح خورشید. ممنون شما استاد عزیزی که افتخار بخشیدین در کنار ما هستین، دعوت ما رو پذیرفتین، با ما افتخار است. سلامت پس میخوایم بیشتر صحبت ها رو آغاز کنیم در مورد این که جاوید فرهاد کیست و از کجا آغاز کرد که تا اینجا رسید با این قدر مشکلات و مبارزه‌ای که داشتین. مشتم از زبان خودتون چقدر در زندگی مبارزه کردین تا توانستین اینجا برسید و واقعا حال یک شخصیت خیلی عالی هستین که الگوی دیگران. سلامت باشین. به نام خداوند بزرگ خدمت شما عرض بکنم که البته خب داوری بیشتر باید دوستان و عزیزانی که من را میشناسند و کارهای من در سه دهه پسین در بخش فعالیت های فرهنگی دنبال کردن باید پاسخ بدن. ولی به هر حال در مورد این که چی فراز و فرودهای در زندگی پشت سر گذاشتیم بی تردید، بله بله، بی تردید از طفولیت و کودکی بگویم، من در یک خانواده نسبتا نه متمول نه بسیار فقیر و تهیدست به دنیا آمدیم. خب یک زندگی چی بوده بیشتر که وابسته به تنخواه ماهوار پدر و مادر بوده و دشواری های فراوان را فرارای زندگیم داشتیم، مثل هر انسان دیگه که فراز و فرودها را می داشته باشه. و میخوایم بگویم که اگر ما نقب به گذشته بذاریم، در گذشته زخم‌ها، دردها و ناملایمات زیاد را ما به صورت مشخص تجربه کردیم، چه در زندگی فردی خود، چه در انگام آموزش و تحصیل و چه در رابطه هایی که در زندگی آدم می داشته باشه با آدم ها و چهره ها و کسانی که به نحو با ایشان آدم سر و کار می داشته باشد، یعنی دوستان، اقارب، نزدیکان. و ولی نکته که همیشه بر ما دلگرم کننده بوده و امیدوار کننده بوده این بوده که یک لحظه از آموزش، پژوهش و کار در عرصه فرهنگی دریغ نکردیم. و چقدر مدت زمان میشه که نویسندگی رو آوردیم؟ تقریبا به صورت مشخص و مستمر 30 سال است که من می نویسم، یعنی از من حالا 50 سال دارم و در 19 سالگی یا 20 سالگی به صورت مشخص در حوزه شعر و ادبیات گام گذاشتیم و بگونی مستمر و جدی در این راستا کار کردیم، هم در حوزه سرایش شعر، هم در بخش ترجمه و هم در بخش پژوهش، نقد ادبی، شرح تفسیر حضرت ابوالمانی بیدل که 10 سال پسین خود بیشتر در این راستا کار کردیم و همچنان در یک میتونم بگیم که یک دهه پسین کار در راستای درست نویسی، درست گویی در حوزه زبان فارسی و همچنان توسعه زبان فارسی که برای مخاطبان با عنوان یک اصل جدی مطرح است، چه در فرآیند گفتار و نوشتار، در این راستا کارهای کردیم و اکنون هم در این زمینه بیشتر مشغول هستم و در کنار سرایش شعر و مسائل ویرایش زبان فارسی بیشتر میپردازم. بسیار خوب استاد، اگر امروز کنم واژه هم کدام کلمه از من اشتباه میشه بزرگواریتان میبخشید، چون شما بزرگوار در اینجا هستین و خودتان آگاهی عام تام دارین در مورد تمام این مورد حرفایی گفته میشه. میخوایم آغاز کنیم از اینجا که مکتب در کجا تمام بلی کردین و رشته تحصیلیتان کدام رشته هست؟ بعدا دیگه باز میایم بالای کارهایی که انجام یافتن. من در پلخمری در یک مکتب وقت به نام لیسه نمبر اول می گفتن، نامش لیسه نمبر اول که بعدها به عمر فاروق مسما شد، در سالهایی که از کابل با پدرم و خانوادیم با مادرم یک جا رفتیم به پلخمری، در اونجا آغاز کردم مکتبه و بعدش دوره ابتدایی را گذاشتم، دوره ثانوی را همونجا گذاشتم، دوره لیسه را هم، بعد یک سال به دانشگاه بلخ با عنوان دانشجو پذیرفته شدم
و پس از او یک بورس یک فرصت مساعد شد بورس را گرفتیم و زمینه تحصیلی در دانشگاه فردوسی مشهد فراهم شد. در آنجا دوره لیسانس خود و سپس دوره کارشناسی ارشد خود در حوزه زبان و ادبیات فارسی با پایان رساندم. بعدش دوباره به افغانستان برگشتم، البته جمع سوالهای مهاجرتی که در پاکستان بودیم و در هند بودم دوباره به افغانستان برگشتیم و در سال 83 دوره دکترای خود آغاز کردم و بعدش موفق شدم که در سال 1986 پایان 1986 دوره دکترای خود در حوزه زبان و ادبیات فارسی بگیرم. دو سال دیگر هم در دانشگاه در بخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دو سال دوره مدیریت رسانه را خواندیم و همچنان ویراستاری را که مجموعه تحصیل که شو برشمردم پیش خود 21 سال میشه با مکتب البته. ماشاءالله استاد، واقعا که بی زحمت راحت نیست. میخواییم از این هم بشنیم از شما که چقدر مدت زمان میشه آمدین به خورشید، فعالیت دارین، با خانواده خورشید هستین بره. چون شما استاد ما هستین، ما چیزهای خیلی زیاد را از شما مختیم، چون زمانی که میگه یک فرد که در یک جای میره نو میباشه، همین بزرگا هست که میگهش که باید چی کارها را انجام بدی. پس ما افتخار است که امروز استاد بزرگ در کنار خود دارم و بیشتر صحبت را از خودش میشنم. سلامت باشین. یک جان سپاس کرشمه جان، ما خدمت شما عرض کنیم که امسال سال هفتم است که ما در خانواده خورشید به سر میبرم و در کنار دوستان و عزیزان خود یک جا کار میکنیم و بیشتر تلاش ما این است که بتونیم در راستای اطلاع رسانی، در راستای ویرایش زبان و همچنان همکاری در بخش برنامه هایی که بتونه جذاب باشه. البته او کار من نیست، بیشتر کار بخش تولید ما است که در این راستا فعالیت دارن، ولی در بخش ویرایش زبان و نیازهایی که برای بخش ویرایش زبان است با دوستان کار میکنم. در کنار از او در بخش خبر مسئولیت دارم، شما هم آگاه هستین که مسئولیت بخش خبر تلویزیون خیلی بزرگ است. بله، و گاهی هم شوخی میکنم که در امی خبر و کار خبررسانی بان که یک کار بسیار مهم است و یک کار یک مسئولیت بسیار مقدس است، ولی به حد آدم دچار روزمره زندگی می سازد که در کار برای کارهای عمیق یا ژرفی که باید انجام شود فرصت نمی گذارد. ولی به هر حال ما در کنار ازی همیشه پیوسته مطالعه می کنم، می نویسم و در محافل ادبی حضور دارم، با دوستان مراوده دارم و خورشید برای من یک تجربه بسیار خوبی است. در کنار تجربه های دیگری که ما در رسانه‌های افغانستان داشتیم، خورشید یک فضای بسیار صمیمی، مهربان و ارزشمند داره و دوستانی که در اینجا هستند مثل شما و عزیزانی که هستند همکاران گرامی ما، من همیشه تصورم این است که ما یک خانواده هستیم، یک خانواده ای که خب بالا در رأسش یک بزرگ قرار داره، یک فرد از لحاظ سنی متوسط یا تجربه متوسط است که از لحاظ تجربه کوچک است، اما به هیچ وجه به معنایش این است که ما کس را به دیده کم بنگریم. ما یک خانواده هستیم، سرنوشت مشترک داریم، درد مشترک داریم، به قول شاملو فریاد مشترک داریم و همین مشترکات است که ما را با هم پیوند میزنه و به عنوان یک خانواده خوب در حوزه رسانه‌های افغانستان معرفی میکنه. بله، واقعا این همه مجریایی که حالا روی صحنه هست به خصوص از تلویزیون خورشید، واقعا که چیزهای خیلی زیاد داره از استاد آموختیم. همه ما باید مدیون احسان‌های استاد باشیم، به دلیل اینکه حالا میگن قطره قطره دریا میشه. بله، اگر بله. یک کلمه هم که ما بیاموزیم بله. یک دنیا هست که میتونیم خیلی خوب پیش بریم. بله. اما ما افراد یک مشکل داریم استاد، که مطالعه زیاد نمیداشته باشیم. بله. بدون مطالعه میخوایم آنچنان پیش بریم که گویا ما پروفسور هستیم. بله. اوقات که حالا قسم که شما یادآور شدین، نیمه عمر سپری کردن با مطالعه و کار کردن در حوزه تعلیمی خیلی ها بله. فرق داره بله. با فردی که نه مطالعه زیاد می داشته باشه نه آخر معلومات زیاد، اما میخواد که یک کار را انجام بده. بله. 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 میخوایم استاد در این مورد هم از شما بشنیم و در مورد موسیقی که کدام نه موسیقی ها را خیلی دوست دارین و بله. نظر شما را هم دوست داشته باشیم. سپاس. در اون موردی که شما یادهانی کردین، بله،
خوشبختانه انگیزی برای یادگیری هست در وجود جوانان ما، اما شوربختانه برخی از جوانان ما هیچ نوع علاقه به مطالعه ندارن و معمولا اینترنت یا فضای مجازی که ایجاد شده اونا فکر میکنن که همه در او هست. درست است که بسیاری از سهولت ها و زمینه ها در اینترنت وجود داره، ولی خواندن کتاب در کنار از اینکه از لحاظ روانی شما کتاب را به صورت فیزیکی نزد خود میگذارین، باز میکنین و با خود حمل میکنین و به کتاب رجوع میکنین، یک تاثیرات روانی قابل ملاحظه سر هم سر شخصیت انسان داره، هم سر زبان داره و هم سر مجموعه معلومات داره. در کنار از اینکه اینترنت هم یک ابزار بسیار خوبی است، ولی ما میخوایم بگویم که توجه به مطالعه، انسان که کتاب نمیخونه با باور ما، انسان است که مثلا 30 سال یا 20 سال یا 10 سال یا 5 سال قبل باقی مونده، یعنی یک جسم متحرک است که کمتر میتونه تفکر نو ارائه کنه و برداشت تازه از زندگی داشته باشه. بنابراین کتاب خواندن در کنار از این که میتونه آدم را بروز بسازه، آدم را اندیشه هایش مطالعه بسازه، در شخصیت، کرکتر و زبانش هم تاثیر قابل ملاحظه داره و حتی در نحوه تفکرش، که توصیه میکنم یا پیشنهاد میکنم یا میتونم بگویم که برابر فارسیش بگویم از توصیه را گوشزد میکنم که دوستان ما همیشه باید کتاب بخونن و دانش خدا و آموخته های را که در عرصه وجود داره بلندتر و بهتر و برتر بسازن. در کنار از یک سوال کردیم که موسیقی، ما با موسیقی واقعا بسیار علاقه وافر و شدید دارم و در جمع موسیقی غزل بسیار دوست دارم، از نوجوانی هم طور بوده. در کنار شهرت موسیقی پاپ هم دوست دارم، یعنی ایتو نیست که من بدذوق باشم در زمین، ولی بیشتر موسیقی غزل دوست دارم، چون اما آرامش روانی ایره که غزل برم میته، هم غزل در شعر دوست دارم و هم غزل در موسیقی ده، او یک فضای خاص بر من داره، همیشه دوست دارم، چه غزلخانه افغانستان که در رده اول، بعد غزلخانه هندوستان که چهره های متبارز هستن با. و من در گوشی تلفن همراه خود معمولا غزل افغانی و هندی دارم. جواب میتر میشه ایره هم به ما بگوین که تاکنون چقدر شعر لطف کردین با آوازخانه ایسی ما کنا سروزن مشنیم از شما. بله، با آوازخانه در این مورد ما رابطه بسیار تنگ و تنگ و نزدیک داشتیم و چیزهایی که ساختیم برای یک دو شعر استاد مهوش یا دو تصنیف به استاد مهوش دادیم و هنرمند فرهیخته و جاودان یاد احمد ولی یک تصنیف دادیم که قرار از دمین روزها خوانده شود به خانم سیتا قاسمی که شما هم شاهد هستید، اشعاری دادیم به ویژه انگور شمالی مثلا یک که قسمت همو فکر میکنم که درست سرودن نشده بود و اشتباهی داشت، سرودنش درست بود، درست افاده نشده بود، درست بیان نشده بود، همون یک قسمتش بود که مشکل داشت. بله اونجا گفته بودن که گلگل بخورم شیره گلهای تصور، در حال کوتی راست که گلگل بخورم شیره گلهای تصور، که اول البته یک اشتباه لفظی ایشان بوده و ما برایشان بارها یادآوری کردم، امیدوار هستم اگر بخواهند که اول کدام وقت کلیپ بکنن یا دوباره خانی بکنن این مشکل رفع شود. در کنار از او برای جمشید سخی از اونایی که شما میدانین یک تصنیف دادیم و همچنان به تعداد دوستان دیگری که بعد این روزا رابطه هایی داریم با هنرمندایی که در غرب هستن، افغانستانی هایی که اونجا به سر میبرن، یک جمعی هستن که هفت شعر برشون دادیم که اونا سه هنرمندی را میخوانن و در یک البوم مشترک ارائه میکنن. بسیار خوب استاد، کوتاه مشنایم در مورد خانواده عزیزتان. بله. که چند فرزند دارین؟ بله. و بیشتر زبان خودتان مشنایم. زنده باشین. همسر نازنین دارم که بسیار دوستش دارم، واقعا بانوی خیلی مهربان. زنده باشین، شما با ایشان معرفت دارین، دختر مامایم است و تقریبا بیش از 24 سال میشه که ما عروسی کردیم، یعنی فرزند ارشد سروشجان نام داره که 23 سال داره، نزدیک به 23 سال، و پسر دوم داریوشان است که اونا دانشجوی طب هستن
و پسر ارشد بوم سروشیان دانشجوی خبرنگاری است، یعنی ژورنالیسم میخونه. پسر سومم سیاوشیان نام داره که دانش آموز است، و پسر کوچکم که به اصطلاح ما کابلیو پسکرکی میگیم او هنوز خرد است، یعنی 4 سال سن داره و همی از تشکیل خانواده ما. دو تا عروس دارم راستی، دو عروس بسیار نازنین. ماشاءالله. بله بله. یک ما آقایی نداشتم به این شیرنی گشت. بله بله. یک نواسی بسیار نازنین به نام ستایشان. بله که او تقریبا تازه 7 ماه شده. دیگه همی از مجموعی از خانواده واقعا که یک خانواده خیلی خوب و دوست داشتنی. استاد واقعا خیلی مهربان است، چون یک همسر خیلی نازنین دارن و در این گونه خانواده زندگی کردن خیلی خوشایند است. ممنون از شما استاد. زنده باشید. تشکر. سلامت باشید. شما هم موفق باشید و دوستانی که در این بخش کار میکنن، بخش تکنیکی ما، کامرمانای نازنین ما، دایرکترهای عزیز ما، کارگردانای عزیز ما در این بخش کار میکنن، همچنان هم مهمان کننده عزیزان همه که در برنامه بامدادی ما به نام صبح خورشید کار میکنن، تلاش زیاد میکنن. از تک تکشون به ویژه شما و همکار عزیزتان سپاسگزار است. ممنون شما استاد. خب ممنون از هر یکی شما قربان، نگاه هایتان تا ایدم ما را همراه بودین و تنها نگذاشتین. بخش شخصیت تقدیمتان شد و بخش بعدی هم درمان است که پس یک وقفه کوتاه تقدیمتان خواهد شد و تا برنامه بعدی دار باید علایار مددگار اتهامی شما خوبان عزیزان اوقات خوب و خوش و لحظات خوب را سپری کنید.